Rahman Gondona, Habib Rahman Gondona, Habib Rahman Nadir Gondona, Habib Rahman Nadir Gondona. شرافت پروانه، عزت و ذلت در دست خداوند است. و دنبال ترانه حبیب رحمان گلونه و در پی واکنش های عجیب از شرافت پروانه، این آوازخوان محبوب و شناخته شده از اجرا کننده های این ترانه و همه طور از کسانی که از بحر خندیدن شرافت پروانی، حیث الفت و فرهاد دریان ناراحت شده بودند معذرت خواهی کرد و گفت که او همواره حامی یتیم ها چه در گذشته و چه در حال حاضر بوده است. یک نکته اشاره می کنم، یک برنامه بود در افغانستان در دوران دکتر سبش افغانی که ما اونجا به نام برنامه جرگه بود. یک سر خیر از اون برنامه بزنین که های ما هم دمو وقت پیش از اینکه ما مسافر شویم یا اوترافریم آیا ما یتیم و بیوه و بیچاره افغانستان دوست داشتیم یا نداشتیم؟ آیا ما به خاطر بیوه و یتیم و بیچاره افغانستان فداکاری در مصوبت های خود کردیم نکردیم؟ معذرت های پروانی تا اینکه برای حل برای انتقاد برخی از این آوازخوان محبوب کمک کند بیشتر به حملات لفظی نادرست علیه شرافت پروانی انجامید و تعداد باور نکردنی از مردم به معذرت های شرافت عزیز واکنش منفی نشان دادند و آقای پروانی را هنرمند بیجان بخواندند. بعد از این همه کش و قوس ها چی در تیک تاک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی، شرافت پروانی هم در پست نگاشته که عزت و ذلت همه از جانب اوست، گر بخواهد یا براند کبریاست. این نوشته شرافت پروانی در واکنش به انتقادهای اخیر برخی در شبکه‌های اجتماعی بود که شمار مدعی بودند که شرافت از بحری از دست رفتن محبوبیتش معذرت خواهی کرد و شماری هم میگویند شرافت عزیز برای رنجوش این دو طفل و اجرا کننده های اصلی ترانه حبیب رحمان گلونه معذرت خواهی کرد. در کل معذرت خواهی شرافت پروانی تا اینکه انتقادها را از شرافت کاهش دهد در واقع این انتقادها را بیشتر ساخت و شاید این واکنش ها باعث شد تا فرهاد دریا و قیس الفت صحبت درباره این ترانه را از ذهن خود بیرون کنند. با این حال قطعا این سه آوازخوان در قلب و ذهن میلیون ها علاقمند خود جای ویژه‌ای دارند و قابل احترام هستند و برای همین است که شرافت پروانی این نوشته را به صراحت و واضح نگاشته است. دوستان عزیز، دیدگاهتان را برای ما اگر دوست داشتید در بخش کامنت بنویسید. خواه اگر خدای نخواسته لبخند او ویدئوی ما اگر باعث رنجش وطندارا و یا رنجش نامکش از یادم رفت رحیم الله جان و یا فواد جان شده باشه، ما زمین امریکا تا افغانستان که پیاده بیایی رحیم الله جان ازت معذرت میخوایم و از فواد جان همچنان و از فامیل محترمتان همچنان و از تمام وطنداری که اگر دری عرصه بالای ما قار شده باشن از تک تک تان معذرت میخوایم. آباد باشین، آرام باشین، سربلند و سرفراز باشین. از یتیم و بیوه و بیچاره چند لذت میخوایم که خونه میخوایم زیاد صحبت بکنم. یک نکته اشاره میکنم، یک برنامه بود در افغانستان در دوران دکتر سبش افغانی که ما اونجا به نام برنامه جرگه بود. یک سر خیر از اون برنامه بزنین که های ما هم دمو وقت پیش از اینکه ما مسافر شویم اوترافریم آیا ما یتیم و بیوه و بیچاره افغانستان دوست داشتیم یا نداشتیم؟ آیا ما به خاطر بیوه و یتیم و بیچاره افغانستان فداکاری در مصوبت های خود کردیم نکردیم؟ چون یعنی مسلک ما هنر موسیقی بوده، ای که در تقدیر ما خداوند زده که ما هنر موسیقی را پیش ببریم، این تقدیر الهی بوده، کار الهی بوده، هنرمند شدیم. و در اون صحبتک های هنری خود که ما اونجا صحبت کردیم گفتیم به خاطر لبخند مردم افغانستان که دیگه بیوه نباشه، دیگه یتیم نباشه، دیگه بیچارگی نباشه، دیگه درد و رنج نباشه، ما موسیقی را اعلام میکنم. میرم پیاز رومی کچالو مفروش و یک پا اونجا در برنامه هست، برین تماشا بکنین که مدروغ میگیم یا راست میگیم. و در ختم، خداوند مردم نازنین ما را اتحاد، اتفاق، صمیمیت، برادری، سربلندی، سرفرازی نصیب بگردانه. آباد باشین، آرام باشین، خوش باشین، موفق باشین و از دوستا و از وطندارای نازنینی که ویدیوگرهای مقبول در شب روز بر ما میسازن از اونا یک دنیا تشکر، یک دنیا سپاس. همیشه خوش و خندان باشین. خداوند هیچ وقت کمتان نسازه. خداوند همیشه بالتان بلند داشته باشه. خداوند همیشه در کنار فامیلایتان آرام و آسوده و خوش و خندان داشته باشدتان. یک دنیا سپاس، یک دنیا تشکر. اقبالتان بلند،
هیچ وقتی به هیچ وطنداری، هیچ وقتی به هیچ یتیمی، هیچ وقتی به هیچ بیوهی، هیچ وقتی به هیچ خرد و بزرگ و غریب و بیچاری افغانستان، هیچ وقتی دل ما به خیلی خندی و رسخندی نبوده. نمی باشه، همیشه دواگوی هستم، همیشه سربلندی سنگ چوب افغانستان می خواهم. همیشه سربلندی و آرامی و جانجوری و صحتمندی فرد فردی افغانستان می خواهم. از پاک پروردگار با عزت باشین، سربلند باشین، سرفراز باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فرهاد دریا واقعا که فوق العاده هستی. اول خو با آهنگ های زیبای بیرق فرهنگی افغانستان در ایران و تاجیکستان و در تمام جهان بلند ساختی و با آهنگ های زیبای حس وطن دوستی و محبت در وجود جوانان تحریک کردی. سلام به فهم و درک والایت که به توته پی بردی که حبیب رحمان گلونه و اطفال یتیمه بهانه ساخته میخواستن تو را همسط خود ساخته در جدالهای تیک تاکی تو را درگیر کنن و از معذرت خواهی تو به کمپاین تیک تاکی خود استفاده کنن. سلام به شهامت و جرأتت که در برابر زور، تهدید و قلنجنمایی تیک تاکی تسلیم نشدی. همچنان سلام و آفرین به آقای قیس الفت که او هم در برابر تهدید زورگویی تسلیم نشد. شرافت پروانی شرم از برد، بسیار انسان سستنسار و بیغیرت بودی. به خاطر 4 تا تکت کانسرت و یایی که کدام رسوایی تفشانشه فورا آمدی معذرت خواستی. خدا شاید از یک آهنگ تو را ما نشنیدیم. آقای پروانی 3 نفره هیچ وقت در رنگ ما نشیش، یکی نظیر خارا، فهیم فنا و اینمی شرافت پروانی. نظیر خارا رشوت خور برآمد که از اشتراک کننده پیسه میگرفت، فهیم فنا شکیلا را فریب داد و پیسایش گرفت و این شرافت پروانی را ببینین که یک انسان سستنسار و یک انسان الهی برآمد. هدف آقای نستونادری از این مذرت خواهی جبری زورنمایی و قلنجنمایی تیک تاکی بود. نستونادری میگه که فرهاد بچم مذرت بخوای، مذرت بخوای که اگر کل برنامه احمد مسعود احمد شاه مسعود میمانم و دوستیایت میکشم و بیابت میکنم. بجای از این باید نستونادری میگفت که فرهاد دریاب هنرمند محبوب کشور، ما باعث برادر خردتان ازتان خواهش میکنم که بالای اطفال یتیم شفقت کنین، اینا را تشویق کنین و با بزرگیتان ازشان معذرت بخواین. در این حالت ما هم نستونادری را حمایت میکردم. با زور و با تهدید فقط انسانای سستنسار، ترسو، دنیا پرست مثل پروانی واره می معذرت میخواین. در آخر یک شوخی کنیم. در صورتی که این همه دعوا، جنجال و نزاع سر اینمیست که حبیب الرحمن یک مجاهد بود و خواننده حبیب الرحمن گلونه یتیم هستند، احمد مسعود خواد بگوید که احمد شاه مسعود پدر ما مجاهد بود و ما هم یتیم هستم. حبیب الرحمن و انزرگل و یتیما را در فرق سر شاندی ناز داده میری، ما و پدر ما 24 ساعت دو دشنام داده رویستی. جهاد حبیب الرحمن خوب و جهاد احمد شاه مسعود بد.